سنی های تندروی داعش مسئولیت انفجار دو روز پیش در شهرک سد بغداد را بر عهده گرفتند. منابع عراقی شامگاه دوشنبه از انفجار در شهرک سد بغداد که طی آن شمار زیادی شهید و مجروح شدن خبر داد. تا کنون بر اثر انفجار 35 نفر شهید و 57 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته منابع درمانی حال برخی از مجروحان وخیم بوده و احتمال افزایش تعداد شهدای این اقدام تروریستی می رود. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق نیز بیانیه ای درباره انفجار رخ داده در سوق الوهیلات شهرک سد بغداد صادر کرد. این واحد در بیانیه ای اعلام کرد این اقدام تروریستی به وسیله یک بمب دستساز صورت گرفته است. در پی این انفجار مصطفی کاظمی دستور بازداشت فرمانده پلیس مسئول حوزه استحفاظی مذکور و انجام تحقیقات در رابطه با این حمله را صادر کرد. وزارت بهداشت عراق نیز از بسیج همه مؤسسات درمانی برای کمک به درمان مجروح شدگان در شهرک سد بغداد خبر داد.